محور نشست سلامت و امنیت جهانی، پیشگیری، شناسایی و واکنش سریع به تهدیدهای بیولوژیک از جمله ایبولا بود. ما به اتفاق بر بیش از یکصد موضوع توافق کرده ایم تا امنیت بهداشتی و سلامت ملی و بین المللی را تضمین کنیم و حالا زمان آن رسیده که تعهدات ما شکل اجرایی به خود گرفته و تبدیل به برنامه عملیاتی شود. ما این کار را از غرب آفریقا آغاز می کنیم. سازمان جهانی بهداشت WHO میگوید همهگیری تب خونریزی دهنده ایبولا در غرب آفریقا تهدیدی برای صلح و امنیت جهان تلقی می شود. این بیماری در اپیدمی اخیر خود قریب به 6 هزار نفر را مبتلا کرده و از این تعداد تقریبا سه هزار نفر جان خود را از دست دادند. تا به حال اکثریت قریب به اتفاق مبتلایان شهروندان سه کشور غرب آفریقا، گینه، لیبریا و سیرالئون بودند. بررسی های اخیر WHO در کشورهای درگیر اپیدمی نشان می دهد یکی از دلایل انتشار سریع و خارج از انتظار بیماری پنهان کردن مبتلایان در منازل و جلوگیری از شناسایی آنها توسط کارکنان بهداشتی است. دلیل این کار آن است که برخی از مردم تصور می کنند تماس با کارکنان بهداشتی موجب سرایت ایبولا می شود و برخی معتقدند این کار عمدن صورت می گیرد. اگر ما شکم در داشته باشیم نمیریم بیمارستان چون اونجا دکترها به ما دارویی تزریق میکنن که موجب مرگ ما میشه زن اینجا بیمار بود و میترسید که تو بیمارستان بمونه برگشت به خونش و حالا ما پیداش نمیکنیم همه از بیمارستان چششون ترسیده چون ویروس ایبولا اونجاست و بدتر از اون مردم باور دارن که در بیمارستان اونها رو با یک تزریق مسموم میکنن تا بمیرن در واشنگتن آقای اوباما به نمایندگان حاضر در نشست سلامت و امنیت جهانی گفت ژاپن تعهد کرده که 500 هزار سری وسایل حفاظت شخصی مجهز به دستگاه تهویه هوا برای پیشگیری از سرایت عفونت به کارکنان بهداشتی به غرب آفریقا بفرستد و سازمان جهانی بهداشت امیدوار است دو داروی جدید که در مرحله کارآزمایی بالی نیست تا ژانویه سال 2015 در اختیار بیماران در غرب آفریقا قرار گیرد. در حال حاضر ایبولا درمان و واکسن ندارد و تا چشمانداز بهتری برای آن تصویر نشده تنها راه مبارزه با آن رعایت بهداشت فردی و پیشگیری از طریق جدا کردن مبتلایان و انتقال هرچه سریعتر فرد بیمار به مراکز درمانی است شیده رضایی صدای آمریکا